دستگاه که دست من میبینید کتری برقی هوشمند شیائومیه. تو این ویدیو چیزایی میخوام به شما بگم که دوست داشتم خودم قبل از خریدن این دستگاه بدونم، ولی کسی جای راجع به اینا چیزی نگفته بود. من ایمان تیموریانم و اینجا سوپر ریویو. دستگاه که دست من میبینید کتری برقی هوشمند شیائومیه، مدلش چیه؟ YMK1501. این دستگاه ساخت چینه. تو اینترنت اگه بگردید از بازه 600-700 هزار تومان تا 1,000,000 و تقریبا 600 هزار تومان این محصول رو میتونید پیدا بکنید. من تقریبا 1,100,000 خریدم توی مهماه سال 1400. گارانتی هم نداره، فقط 10 روز شما فرصت دارید که این محصول رو تست بکنید. که شانس من دفعه اولی که اینو خریدم دستگاهم خراب از آب در اومد. حجم این دستگاه چقدره؟ 1.5 لیتره. قدرتش چقدره؟ 1800 واته. و نکته ای که با باز کردن این محصول متوجه میشی اینه که تقریبا همه نوشتای روش چینیه. چرا؟ چون من نمیدونستم که شیائومی دو سری محصول داره. یه سری مثل این کتری برقی که دست من میبینید برای بازار چین ساخته شده. پس همه نوشتای روش به صورت بی‌رحمانه چینیه. این محصول یه پایه داره که زیر پایه‌اش 3 تا سرعت‌گیر داره اصطلاحاً و یه 3 شاخه به جای 2 شاخه. از نوع 3 شاخه‌های چینی و برای اینکه ازش بتونید استفاده بکنید حتما لازمه که یه دونه تبدیل هم بگیرید. این دستگاه هم آب شما رو میتونه بجوشونه، هم میتونه حالت گرم نگه داره. و روی دسته دستگاه شما 2 تا دکمه لمسی میبینید که به چینی روش نوشته، یکی نوشته بویلینگ، یکی نوشته وارمینگ، یعنی برای گرم نگه داشتن، یکی هم برای جوشوندن. دستگاهی که دستتون میگیرید حس خوبی پیدا میکنید چون کیفیت قابل قبولی داره. منظورم چیه؟ وقتی به این پلاستیک بدنش دست میزنید حس پلاستیک بازیافتی رو نمیگیرید. قسمت‌های مختلف دستگاه با دقت خوبی روی همدیگه سوار شده و شما درز و شیار زیادی نمیبینید. در دستگاه هم با این دکمه باز میشه، البته با دست میتونید اینو مقدار بیشتر بکنید. مخزن داخلی دستگاه هم استیله و جنس قابل قبولی داره و میتونه شما رو راضی بکنه. این دستگاه هوشمنده. من فکر میکردم که با اپلیکیشنش این دستگاه رو میتونید روشن و خاموش بکنید، ولی اول از همه بهتون بگم شیائومی برای شبکه کردن و اتصال همه دستگاه‌های هوشمندش یه اپلیکیشن طراحی کرده، اسمش رو گذاشته میهم. شاید ندونید این دستگاه بلوتوث داره و از طریق بلوتوثش وصل میشه به موبایل هوشمند شما. شما وقتی این دستگاه رو روی شبکه موبایلتون شناسایی کردین یه سری اطلاعات به شما میده، مثل اینکه دمای حال حاضر دستگاه چقدره. شما از طریق این اپلیکیشن میتونید 3-4 دمای مختلف رو برای دستگاهتون مشخص بکنید. 1. آب 90 درجه بجوشونه، یعنی قلقل بزنه. 2. آب 80 درجه بجوشونه که مناسب برای دماوری چای و قهوه است. 3. هم برای درست کردن نودل و سوپ‌های مختلف روی 70 درجه دمای آب شما رو نگه داره. ولی با این نرم افزار اپلیکیشن شما قدرت اینو ندارید که دستگاهتون رو روشن یا خاموش بکنید. قابلیتی که جالبه ولی کاربرد خاصی نمیتونه داشته باشه. درسته این دستگاه کتری برقی کار خاصی هم قرار نیست انجام بده، ولی هوشمند بودنش و کیفیت قابل قبولش اونو به یک گزینه تبدیل کرده که من از خریدنش ناراضی نیستم و قطعا زمان مشخص میکنه که دستگاهی میشه که من اینو بخوام به دوستام پیشنهاد بدم یا نه. شما از چه کتری برقی استفاده میکنید؟ ازش راضی؟ تمام.